به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. امیدوارم که حال شما خوب باشه و روز روزگار را به خوبی و خوشی سپری بکنیم. خوش آمدیم به یکی دیگر از گزارش‌های ویژه ما و امروز آمدیم به خانه مرحوم استاد محمود خوشنواز از هنرمندان با سابقه و معروف هرات، خالق اثر به محله سنگ تراشا. میریم سر میزنیم به منزل اینا و در مورد وضعیت فعلی خانوادهشان بیشتر میپرسیم و در مورد شرایط زندگی در دوره حکومت فعلی، و همچنان یک سورپرایز هم داریم، یک مهمان ویژه دیگه هم منتظر هستم که من نام اینا رو نمیگیرم برای شما، پس با ما همراه باشین. و خب خانهشان هست باشه، در بزنم سکنم هستم یا نه؟ سلام 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 معروف جان عزیز، خسته نباشین، خوبین، بخیرین، زنده باشین، تیر خوشحال هستیم، خیلی خوش آمدیم، زنده باشیم، سلام باشین. امیدوارم که میمون ناخونده نه خواهش میکنم، خواهش بفرمایم جلوشیم. یا الله یا الله. خب این منزل استاد مرحوم محمود خوشنواز هست که همه هراتی ها و مردم افغانستان در واقع به اونا خاطره دارن و یک خانگه که بسیار خورد و دوست داشتنی و همیته منظم. خب معروف جان چه خبر؟ قراری شکر خدا سلامت، همه چیز رو میگذره، شکر خدا میگذره. خیلی خوب، بریم بخونه یا بریم یه هفته ببستیم خود شما؟ با ما همراه بشیم بریم بخونه. صد شما خوبه و سورپرایز دیگه گفتم، مهمان ما در کنار معروف جان خانم حسینی هستن، هنرمند محبوب و مشهور هرات که حتما شما با اونا آشنایی دارین. خب کرسی رو آماده کردم، میشینیم هم پله کرسی، معروف جانم اگه اینجا بشینم به کنار ما دیگه خیلی خوب میشه. خب میباشن یه طرف تر میام که در واقع خود خانم حسینی بتونم صحبت کنم و دستم برسه. معروف جان شما بفرمایید به اینجی. خب خانم حسینی خوبین؟ الحمدلله سلامت باشین، زنده باشین، خیلی خوش آمدی. سلامت باشیم، خوشحالیم که بعد از مدت‌ها شما رو می‌بینیم. البته مدت زیادیه که دیگه از پرده‌های تلویزیون دوریم شما. ها دیگه از وقتی که برادرها آمدن دیگه ما خونه نشین شدیم، نمیتونیم کار کرده. نمیتونیم. چند ماه شد که نرفتیم به تلویزیون؟ دیگه از اون روز که اینا آمدن 3 ماه میشه، اگه 4 ماه میشه که برادرها آمدن، ما بیکار شدیم، تو مال به خونه خوشیشتیم. نوناور خونم دیگه خود میبینم، هم مرد بیرون هم زن خونه، به هر حال کالی بیکارم به خونه خوشیشتیم. خوشیشتیم. وضعیت زندگی فلان چی رقمه؟ خب مسلمه که طبقه هنرمند در ولایت هرات، باز هنرمندان محلی معمولا از اون سابق هم خب اقتصاد و درآمد خیلی قوی و بالایی نداشتن. در این سما چطور گذشت؟ فلان مصروف چی کارو بارین؟ فلان مصروف هیچ کار باره نیم، بعد در خود خود میزنه که ببینیم اگه پسته باشه بشکنیم یا کرکی باشه پاک کنیم که خرج روزانه ما بشه. خود شما میفهمه که شرایط هم همه چیز گیرونی شده، گاز کیلو 90 روپیه، بالاخره همه چیز گیرونه. که ما یک زنی که شوهر من 11 سال مریضه، همه خبر داره که نوناور خونه میبودم. خب انال مثلا فکر کنه که استم ما هر چیز دیشتم بخوردم خلاص شده دیگه، حتی به خدا ننیچه در رضا خو فروختم. همین نلینچه ها خونه خوب پوشی ها پوشتی ها خوب مثلا پشم شیشه هر چیز دیشتیم بفروختی خرج خو کردی. و من واقعا متاثر میشم وقتی میشنم چنین وضعیتی که یک هنرمند ما نلینچه و لوازم خانه خود بفروشه برای از این که زندگی رو بتونه ادامه بده، و یا رو بیاره یک هنرمندم به کارهای شاقه که واقعا گلومت بغض گرفتم این از این صحبت میکنم. من بارها با نمایش نامه های شما عشق ریختم، امیر صادقانه به شما بگم، و خانم حسینی از هنرمندایی هستن که هنر در وجود اینا، در خون اینا جاریه و چنان
تاثیرگذار هست. کار نا چنان درست هست، چنان لذت بخش است که حد و حساب نداره. خب از مشکلات زندگی فعلا گفتیم خانم حسینی، فکر میکنیم راه حل چیه؟ تا کی میتونیم شما میتونیم دوام بیاریم به میت وضعیت؟ خب ما همین فکر میکنیم، ولی مردا که خب اقلا میتونم برم یک من پیاز که چلوی بفروشم، اما زن چه کار کنه به داخل خونه؟ حق زن چری پامال میکنم؟ باید زنم کار کنه. خب شما ببینید به خونه که یک زن نباشه، آیا نود او خونه هسته؟ خب کار بیرون هم میرقم، باید زن الان باشه. حالی که من مردی ندارم، من باید خونه شیشته باشه، چه کار کنم؟ کی بریم خرجی میده؟ مرمانی مثلا قبض برق میای، مثلا توی میگیره قبض او میای، همین رقم از کجا سرشته کنم برو؟ درخواست شما چیه؟ خواست مشخص در این شرایط باید چه کار بشه برای شما؟ چی حکومت فعلی، چی جامعه جهانی که در واقع خیلی فعلا مسئول همی شرایط بعدی که ما شما فعلا سپری میکنیم، مشخصا چی درخواست داره؟ درخواست من اینه که امشالله یک فکری با حال هنرمندا بکنم، چی موسیقی، چی مثلا تاردیسا. ما تا به که بیکار بخونه بشینیم؟ ما نداریم. اگه پسندازی با میجیشتیم، باغ زمینی میجیشتیم، بلها میفتختیم، میخوردیم. حالی که ما نداریم، موسیقی یا هنرمند همون رو کار روزانه بوده، صبحی و شودروکوی چیزی میگن دیگه، بلهار همه بوده که ما خرج زندگی ها خو میکنیم. حالا که ما بیکار بخونه شیشتیم، خواست ما همینه یا برادرها هم یا دولت دیگه میشه اقلا بگذاره که ما می کار خو ادامه بدیم. مثلا کشورهای خارج میشه، چرا کسانی که هیچ کار به افغانستان نکردم، نه هنری جیشتم نه کاری جیشتم، به نام هنرمند به خارج رفتم؟ ما فریاد خوب کجا بزنیم؟ داد خوب کی بزنیم؟ که ما یک بزرگتری یک کلون ما نداره که بشینیم داد خبری از او بگیم، درد دل خبری از او کنیم که درکی جیشته باشه ما درک کنه. آمدیم سر یک موضوع خیلی مهمه در قسمت پروسه انتقال. در قسمت پروسه انتقال که ما باز انشالله چند برنامه حتما میسازم در مورد از این که باید خیلی حقایق افشا بشه و گفته بشه، خیلی از خبرنگارای ما، خیلی از هنرمندای ما، چی اونایی که در تئاتر کار میکردن، چی در بخش موسیقی کار میکردن، امروز همگی ماندن و آدمای رفتن به کشورهای مختلف که اصلا نباید میرفتن، نه لیاقت داشتن، نه شایستگی داشتن، نه کار کرده بودن، نه هنری داشتن، نه توانایی داشتن. امروز هنرمند ما باید در این شرایطی که نان از او قطع شده، کار از او بند شده، هنرمند ما در این شرایط با سختی تلاش کنه که حداقل زنده بمونه. ولی آدم های مافیایی آمدن به شکل مافیایی، خانواده ها خور، دوست ها خور، رفقا خور، یا به خاطر $10,000 آدم های انتقال دادن به او کشورا که بسیار تأسف باره، خجالت آوره، شرم آوره. و یه حرفا تندمه به او آدم های میگم که حق کسای خوردن در این پروسه که اونا امروز در سختترین شرایط ممکن به افغانستان زندگی میکنن، در سختترین شرایط ممکن زندگی خود سپری میکنن و مجبورن که برن فرش خونه خود بفروشن تا اینکه زنده بمونن و چانسی نو گرفتن. از پروسی رفتن بگیم چه کار شد؟ آیا لیست شما رو گرفتن؟ و امیده که خیلی از خبرنگارا دلهای پردرد دارن در این پروسه و ناراضن از پروسه، شما میشه قصه؟ ما همگی برای ما مثلا بگفتم نوشته کردم، گفتم تذکره خوری کنیم، یک همی رویای سادات. من برای از این چند تا فیلم هم خودی از این کار کردم، این مثلا کارا ما از این جگاه بگفتم که رویا سادات کارا شما میکنه. چرا وقتی که خواستم برم یادی از ما نکردم؟ خودی نرفتم تا مثلا رارندی خوبه جشته بوده، جاروکش خونه خوبه جشته بوده، آیا اونا چی خدمتی بزی افغانستان کردم؟ ما دل جگر ما بزی افغانستان خون شده، به ترس و ما برفتیم بیامده. من گپ خیلی شنویدم، به خدا بر کوچی بازار من را میرفتم، حتی سکیلی تیر شده برای من طلق گفته، گری که چلو فروش برای من میگه آنی همی که به پوزخان کار میکنه، آنی مدر فتک به تا بازاره. خب ما بزی افغانستان شیشتیم، خیلی کسانی که هیچ کار نکردم ولی به خارج دارم ببهی میکنم. چرا ما ای برای کی بگیم؟ آیا ای وقتی اینا ای کاری برای ما در حق ما بکردم، همین سینماگرا هنر، ما یک سینماگر کلون فهمیدی نداریم،
ما یک کارگردان خوبی نداره که اقلا به یک جایی میرسه دست ما رو بگیره، دست ما رو مثلا به این بری بر کش کنه که ما دست ما به لقمه نونی برسه. چرا ما تا به کی در به در باشه؟ خواهشم هم از این از برادرایی که به خارج هم از خارا که قبلا به خارج رفتم، حالا یا کنی اقلا کاری بکنم، یک دولت خوبی درست کنم برای ما، یا ما به اینجا کار کنیم کار ما اقلا رونق بگیره، یا که بالاخره کاری بکنم ما به خارج بریم، یا ما ولی به ایران رفتن نمیتونم چون ندارم بودجه خوب، ندارم که من یک ویزای بگیرم به ایران خواسته باشم برم. و صحبت های زیادی گفتن و مسائل مختلف اشاره کردن، میخوایم که مشخصا در مورد ازی صحبت کنیم که مثل اینه که سایر همکاران شما از وضعیت اینا چی خبر؟ خب برنامه پوزخند در هرات حتما شما میبینین دیگه، همه مردم هرات خیلی خیلی دوست دارن. ما یک مشکل عمده به جامعه خود داریم، مثلا طبقه هنرمند ما چه موسیقی چه تئاتر، حالا در گذشته فعلا خود که جمع شده بازار هنر کلا دفن شده در افغانستان، در مجموع ما میبینیم که مردم هم از نمایشنامه اینا لذت میبرن، کیف میکنن، حتی شو جمعه که میشده همه معطل بودن که کی برنامه پوزخند پخش میشه که بشینن بخندن و لذت ببرن، دیالوگای رو استفاده کنن در امی حد. اما هیچ گاهی زحمت که هنرمند کشیده به او زحمت خود نرسیده، یعنی مزد از او زحمت رو نگرفته، مفت همه چیز رو ما مفت میایم تماشا میکنیم و هیچ گاهی بهای داده نمیشه برای از او، به بسیار دردآوره و ناراحت کننده. در حال حاضر خواسته خور میشه بگیم، صحبت های پایانی خور میشه بگیم، چند نفریم به خانواده، شرایط اقتصادی هم که گفتیم خرابه، و آیا درخواست کمک داریم از کسایی که شما رو میبینن در این شرایط که همکاری بکنن با شما تا اینکه حداقل زندگی پیش بره، یا شما یک کاروبار دیگه شروع بکنیم؟ فعلا خب کار هنری نمیشه ظاهرا بکنیم، مثلا یک کار صنایع دستی مثلا بکنیم، شاید کار خیاطی بکنیم، ولی من نمیفهمم دقیقاً چی کار دیگه بلدیم که نیاز به یک کمک، مثلا اگه شما خیاطی بلد باشیم حداقل نیاز داریم که یک چرخ بخوبستونیم یا یک نیاز تامین کنیم. از بیننده ها ما چی درخواست داریم؟ شاید صدا شما رو بشنوند، دوستای زیادی ما داریم که همواره حمایت میکنن هنرمندار و طبقه های مختلف جامعه ما. و از وضعیت خونم بگیم که آیا خونه خود شما کرایه، چند اولاد داریم و مصارف زندگی چی؟ ما حالی 7 نفریم به داخل از این خونه، خونه را از خدا پینام نباشه از بنده پینام نمیکنم، گیرو کردم خونه، خونه برای خب 1,80,000 گیرو کردم به همین جی میشینی. به حال ها گفتم که هم نوناور خونه می بودم که همیشه خنده به لبای مردم بود اما گریه به خانه خود ما بود. همیشه ما سعی میکنیم خنده به لبای مردم بریم به تلویزیون که تمام مردم شاد باشن، اما گریه ها به خونه خود ما هنرمندا بود. تک تک هنرمندا، چی از فیلم بردار، چی از خبرنگار، چی از موسیقی، چی از تاتریسا، همه ای که الان خبرنگار ما دوربین به سرش نخ کرده رفته از یک جای فیلم بدری کرده در مردم پخش کرده، اما از خانه خوری و مردم چی خبر دارم؟ فقط خواستم همینه که در هنرمندا حداقل یک کاری پیاده کنم، یا یک کاری که آرومی باشه، بتونه کاری یک لقمه نونی پیدا کنه برای خود، یا مثلا از هر کدوم، چی موسیقی باشه، چی خبرنگار باشه، چی تادریس باشه، همگی حداقل یک لقمه نون حلال به خونه خودشته باشم بخورم. خواهشم فقط همینه، سعی کنم آدمای بیکس کار بیبری بر کش نکنم، یک نگاهی به طرف هنرمندا کنم، چی گفتم فیلم برداره، چی خبرنگاره، چی موسیقی سازه، چی هم سینماگره. بسیار تشکر خانم حسینی، انشالله که خداوند مشکلات همگی را حل کنه. ما همیشه شما رو میدیدیم لبخند در، خب همینطور که شما درد دل کردیم حرف نکامینا درسته، متعهد میکنم هنرمندی که میای میخندانه خیلی یار شاد میسازه ولی هیچ کس از دل خبر نیه. حالا ما که خبرنگاریم سالها میشه که میریم دردهای مردم رو باستاب میدیم، مشکلات رو باستاب میدیم، خود ما عالمی از مشکلات در این دل داریم که همیشه در او دل میمانه و فقط خود مانیم و خود مانیم و خدای ما، خدای ما میفهمه و خود ما میفهمیم که چی مشکلات داریم. خب به هر حال تشکر میایم به معروف جان، که معروف جان دیگه نیتش ایشته هم ایسه میکنن، ایشته خان مقبولی داریم قابل شما نداره. خب خیلی مقبول میگه برش. سلامت باشیم.
میده که از امور لباس های اصیل ایران. بله آید حسابمی آید بید که رفتار جور کردم. بسیار خوب. معروف جان خوشنواز فرزند ارشد استاد مرحوم محمود خوشنواز هستند که معروف جان چه کار کردیم دفتر موسیقی بعد از اینکه نظام تغییر کرد، آیا ادامه داره یا نه جمع؟ واقعیت دیگه طبق گفته هایی که خانم حسینی عرض کردم دیگه پیش از اینکه برادران امارت اسلامی بیایم ما تصمیم ما بمی بود که ما دفتر خود جمع کنیم، به خاطر از این که نامعلوم از طبقه هنرمند به خصوص باز به خصوص طبقه موسیقی دیگه ما مجبور شدیم که دفتر جمع کنیم. فعلا مدت تقریبا 5 ماه میشه که ما به خونه بیکار من خونه شیشتیم. مصروفیت نه؟ مصروفیت نه دیگه، کاری از دست ما واقعا نمی آیه دیگه. به خود شما معلومه که ما از آوان کودکی از سنده که ما خورد بودیم برشتی هنر بدیم و دست به دیگه کاری نزدیم و فعلا بیشتر دوستا رفقا که مرا میبینم میگم چه کار میکنیم، میگم بیکار من خونه هستم دیگه، روز خورشون میکنیم. واقعا سخته. و چند وقت آدم میتونه بیکار باشه؟ خب مسلما شما دنباله داریم، خانواده داریم، مصارف زندگیه. حال ما در کابل و حتی در هرات می چندین مورد از هنرمندار دیدم، خبرنگارا رو حتی دیدیم که برای خب دست فروشی میکنن یا چرخ کل فروشی دارن یا به اون مشکلات از روی مجبوریتی کار میکنن. درخواست شما چیه؟ ما مصاحبه داشتیم با جناب عقانی رئیس محترم اتحاد فرهنگ هرات که اونا گفتن هنرمندا میتونن برام یک شغل دیگر شروع کنن و گفتن فعلا نمیتونن در حال حاضر تا مشخصا معلوم میشه در قانون جدید در این نظام که باید چی کار بکنن. فعلا گفتم فعالیت هنری و موسیقی تعطیله، میتونم یک کار دیگه انجام بدن. خب شما هم عرض خور کردیم که بله. ما دیگه کار دیگه بلد نیم. خب مسلمه دیگه هنرمند عمر خور انرژی خور گدیشته رو از او که کار هنری یاد بگیره، ولی فعلا او کار رو انجام داده نمیتونه. خب فکر میکنیم چه کار میکنیم اگر بالاخره این وضعیت دوام دیگه گفته که اینا گفتم گفته اینا بسیار ما نمیتونیم بگیم که گفته بعد دیگه نظر خود شخصی از اونایه، اما به خود شما معلومه هر کشوری از خود فرهنگی داره، به خصوص افغانستان که تمدن چند هزار ساله داره. مثلا به هر جای دنیا که ما و شما پا بگذاریم افغانستان از رباب میشناسم، از خوندن بیا بریم با مزار ملا محمد جان. حالا اونا باید به این فکر باشم که همین طبقه هنرمند چرا نباید هنر خور ادامه بده، چی گناه کرده؟ سلاح ما سلاح نیه که سلاح فیزیکی باشه که ما کسی رو بکشیم. سلاح هنرمند امو عالم و موسیقی اونه، به خصوص ما. ما خودم شخصا شاید به جریان انه هستن دوستا، ما خودم به این مدت که موسیقی بند شده خودم مشکل روانی به ما پیش شده که یعنی من خیلی مشکلات فکر میکنم به بنبست میخورم که آخر ما چه کار میشه. و یکم طبق گفته که خانم حسینی گفتم چه کار بکنیم ما؟ حداقل اندک کاری که بکنیم، هر کاری خود ما کرده نمیتونیم. حالا مثلا اگر قرار باشه که مثلا ما به قلی واکنیم همین مردم، حالا دوست دارم مردم ما بسیار به مردم خوش میورزم، مردم ما یک خصیت خراب که دارم اینه که فلانی رسی کن فلانه کار میکنه، همین امار بسیار رنج میده، باعث از این میشه که ما ممانعت کنیم از کار کردن. و خواست ما از برادران امارت همینه، موسیقی اصیل، موسیقی محلی ما و شما ایر کوشش کنم که ایر آزاد کنم، به خاطر از این که به افغانستان پیش از چندین هزار نفر ما هنرمند موسیقی تنها داریم. ولی و دی که دیشتم شکر که پول اردیشتم که از این کشور برم خود رفتم. خب این ادهی که مثلا در غیر از اومد خود مد اصلا وجدان راحت نیه که من این کشور رو حل کنم. خب دیگه میبینیم ما به بدترین شرایط زندگی سپری میکنیم و خواستیم و همینه. اونا نظر خود گفتم، ما هم نظر خور میگیم، خواستیم و از اونا همینه. ولی اگر دیگه کار نمیکنم همین موسیقی اصیل ما آزاد شه. تشکر. و صحبت های شما در مورد
روند انتقال چیه؟ آیا شما هم به لستاب بودیم؟ خب شما فرزند یکی از هنرمندان مشهور افغانستانیم که فعالیت هنری هم خود شما داشتین، آیا شما هم از این پروسه راضی هستیم تا فعلا یا نه؟ چون خانم حسین خود گفتن همیت یک وضعیتی بوده و به اصطلاح خوری شده و من هم که خبرنگارم ایر به صراحت تمام میگم که پروسه بسیار غیر عادلانه بوده و خیلی از خبرنگارهایی که باید در این پروسه منتقل می شدن نشدن، هنرمندان خوب شکایت دارن. 100% ما شکایت داریم به خاطر از این که به سر ما فرما پر کردم، از ما فیلم گرفتم، عکس گرفتم، حتی مصاحبه گرفتم که گفتم به کاره. نادلانه بود به گفتن خودش ما که گفتیم نادلانه بود، خیلی نادلانه بود. حتی ما خود ما طبق گفته خود شما سند داریم، سرتیفیکیت داریم، اینا همه آماده کردیم، جمع‌آوری کردیم و به چند کشور ما اینا رو ارسال کردیم و به نام هنرمند، به نام به طور مثال خبرنگار، خیلی آدم ها دیگه رفت که اصلا نباید اون می رفت و ما موندیم. فعلا نادلانه بود به نظر خودم، هم نادلانه بود. خواسته شما از سازمان های جهانی چیه؟ کسایی که این برنامه رو می بینن و هنوز علاقه داریم برای بیرون شدن و رفتن با خانواده و زندگی، آغاز یک زندگی نو، چون اینجا کار خود شما از دست دادیم، وقتی کارم نباشه نان نیه، نانم نباشه زندگی. درست میفرماییم. خواسته زیاد هنرمند نداره. خواسته ما همینه، ما از 100% که به حساب رفتن باشه، 1% همه رضی به رفتن نیوم. به خاطر از این که من صبح که بیرون میشم همین هموطنا خور میبینم، حال میوز میشه، کلن خوشحال میشم، همین دوستار میبینم، رضی به رفتن خمون نیم، اول دیوم خون نیم، که باز هم بشه به صورت عادلانه بشه. و خواسته ما همینه که تا جایی که امکان داره، امکانی هسته، بمینجی بریم و کار مهیا کنم، مهاجر نشیم. نه، به خاطر از این که فراغ مهاجرت ما ندانه که از این وطن ما دور شیم. آفرین بر شما که قدر وطن خور دوست داریم و این بسیار با ارزشه که اینقدر بها میدیم و حاضریم تحت هر شرایطی در کشور خو بمونیم و در واقع مو زندگی خود را ادامه بدیم به هر شرایطی که هسته. خب من یک سوالی هم از استاد مرحوم میکنم. چند وقت شد از وفات اینا و ای که چقدر نبود اینا رو در این روزا احساس میکنیم؟ فکر میکنیم اگر استاد فعلا در قید حیات میبودن تعمل ای بار آسان‌تر بود؟ از استاد مدت یک سال و تقریبا 6 ماه میشه که استاد فوت کردم و اگر استاد زنده می بودم هرچی نکنی باز کلانتر بودم، تجربه داشتم، حتی به مو دوره اول استاد بودم، اما به این دوره فکر نکنم که استاد توان ارمی داشتم که به این مشکلات مقابله کنم. سختتر بود به چی که به سرما خیلی فشاره، که یعنی ما جوانه دیگه، باز اونا که مثلا عمر خور به پای هنر گذاشتم، عمر خور به پای این مردم گذاشتم، برای از اونا مشکل بود و خلای اینو خود قطعا احساس می 100%. بله، یا چرا نه، من مغفرت کنه روی اینا شاد دیشته باشه. بر صورت تشکر معروف جان عزیز که پذیرفتیم، چای من تیار کردن برای ما، خانه آباد زحمت کشیدین، این پلک اتفاقا پادشاهیه و بسیار با ارزشه. همی که چند لحظه اومدیم کنار شما ششتیم و هم صحبت شدیم، دیگه کرسی ها من خود شما میبینین که کرسی ها دیگه شروع شد، فصل کرسی و ایراد از این بعد دیگه فصل کرسی و کچیری گوشتلند خانم حسینی و دیگه اوی که داره کچیری گوشتلند و قلوتوریش داره، اوی که نداره نه دیگه ما نداره، نیما داره، اونی هم معروف جان داره، معروف جان انشالله که باز میشه یک روز بیایم مهمون ما باشه، ما هم خونه داره مگر بریم یک جای پیدا کنیم. خدا شما نوش جان کنیم. تشکر از پذیرایی شما، تشکر که وقت دادیم پذیرفتیم ما، انشالله که این مشکلات حل بشه و انشالله وطن ما شرایط ایدئالی داشته باشه. امروز شما میبینید بینندگان عزیز که من به هر جا میرم دغدغه امروز مردم ما امنیت خدا را شکر بهتر شده نسبت به گذشته، مگر مشکل اقتصادی هست که انشالله توجه بشه به این مسئله و مردم جامعه ما بتونند که بدون دغدغه نان زندگی خدا را پیش ببرند. تشکر خانم حسینی. اگر فردیسی در پایان باشه، پیام چیزی که در دل اگه باقی مونده باشه بیرو برزیم.
تشکر از شما که زحمت کشیدیم آمدین این همه راه را. بله هر هنرمند درد خیلی داره که چی در رای داره، به کجا بگه، به کجا فریاد زنه که کی بفهمه. هنرمند تا ساعتی که هست از او سوی استفاده بکنم، ساعتی که اگه مریض میشه برو تخت بیمارستان یا برو بستر خونه میفته از او هیچ خبری ندارم، فقط تا ساعتی که هست همون چک چک و وای وای میگم. اما چک چک و وای 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 اینا به درد ما نمیخوره. وقتی که هنرمند به جای افتادیه یک خبری از او بگیرم، یک سری بزنم. چرا هنرمندامو میمورم؟ هر کدوم چی فرق نمیکنه، قاسم مسعود و مثلا محمود خوشنواز و کسان دیگه، هر کدوم مردم. محمود خوشنواز مرده تا به حال سنگ قبری و کسی تیار نکرده. چرا این درد آدم برای کی بگه؟ برای کی بگه؟ کی بفهمه؟ گفتم برای شما که ما یک سینماگر درست حسابی، یک موسیقی ساز درست حسابی، یک کلون ما نداری که چهار تا هنرمند به دوبر خود جمع کنه. آره هیچ خواستی هنرمند نداره، خواستی همینه که مریضه یکی از در بیا فقط بگه بهتری، برای ما دنیا ارزش داره. خواستم از این از مردم که سعی کنیم فقط قدر هنرمند بدانه، به هنرمند کاری بکنه، نه کسانی که کامده فیلم وردار مثلا خبرنگار هر کدوم ما که هستیم. چرا هیچکا به نام شما کس تگه بره به نام من؟ به خدا من تگه دوسیه بیرو کده میگه به نام خانم حسینی یعنی بیام به آلمانه، به سلایی که من به دروازه عراق شیشتیو به کجا به آلمانو نکنین. خواهش میکنم همین تک افغانستان حق ما پامال کردم، شما هم سر که هر کی دوست داریم نکنیم به خارج حق ما پامال، حق ما بگیریم از مردم، فقط خواستم همینه. تشکر و معروف شما. خواهش میکنم، خواهش میکنم، وقت داریم که احساساتی بشید. سخن پایانی؟ سخن پایانی دیگه خانم حسینی عرض کردم، درد هنرمندا هم یک درده، فقط توجه داشته باشن مردم ما، دولت ما، هر کدوم باید توجه زیاد به هنرمند بکنن دیگه، خواسته نداریم ما. سلامت باشیم، زنده باشیم. خداوند عمر طولانی نصیب به شما بگردانه، خداوند مشکلات را انشالله حل بکنه و برای هیچ یک از انسان‌های روی کره زمین و علل خصوص مردم رنج دیده ما که سالیان درازه میشه که روی خوشحالی رو ندیدن و همیشه درگیر مشکلات هستن. ممنون که با ما همراه بودین. ما چای نوش جان میکنیم جای شما خیلی به پله کرسی و چند دقیقه هم درد دل میکنیم و راز دل میکنیم. ممنون که ما رو همراهی کردیم. حتما نظریات خوب با ما شریک بسازیم و گزارش هر تا میتونیم با دوستا خوب برسانیم، مخصوصا این گزارش هر برای نادهای برسانیم که عامی هنرمندانن و حقایق رو بفهمن که چی به چیه و بدونیم که چی کسایی رفتن به خارج و چی کسایی ماندن که باید میرفتن و حق اینا چیونه پایمال شده. وقت شما خوش، خدا نگهدار.